کدام عبارت در مورد طیف نشری خطی هیدروژن صحیح است طول موج حاصل از انتقال الکترون از لایه ششم به لایه دوم برابر 410 نانومتر درست جواب گزینه یک اگر تسلط داشته باشیم بدونیم که از N6 وقتی به N2 میایم بیشترین اختلاف انرژی رو داریم و کمترین طول موج رو داریم رنگی هم که برامون ایجاد میکنه بنفش رنگ خواهد بود پس اگر این تسلط رو داشته باشیم گزینه یک رو میزنیم و بقیه رو نمیخونیم حالا بقیه رو بررسی کنیم ببینیم غلطش کجاه دو انرژی حاصل از انتقال الکترون از لایه سوم به لایه دوم از همه انتقالات بیشتر است صد درصد غلطه چرا؟ چون طول موجی که ایجاد کرده بیشترین حالته وقتی بیشترین طول موج رو ایجاد کرده امکان نداره بیشترین انرژی رو هم ایجاد بکنه چون میدونید نسبت این دوتا با هم عکسه سه نور حاصل از انتقال الکترون از لایه پنجم به لایه دوم سبز رنگ است غلط آبی رنگ <applause> یا حالا نیلی در هر صورت سبز نیست چهار طول موج انتقال الکترون از لایه های مختلف به لایه دوم با افزایش انرژی لایه مبدع افزایش می این هم غلطه طبق همین است که هر چقدر اختلاف انرژی مبدع الان چی داریم یه گزینه دقیقا بخونیم با هم یه بار میگه طول موج انتقال الکترون از لایه های مختلف به لایه دوم با افزایش انرژی لایه مبدا افزایش می آمد. یعنی ما هر چقدر از انهای بالاتری به لایه دوم بیایم طول موجمون بیشتر میشه خب برعکس دیگه طول موجمون کمتر میشه پس جواب که گزینه صحیح رو میخواد گزینه یک خواهد